دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان بستماندن مکتب های متوسطه و لیسه دختران را شرم‌آور و غم‌انگیز دانسته. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل دیروز در یک سالگی بستماندن مکتب های دختران در صفحه تویترش نوشته بود که طالبان باید به دختران اجازه بدهد که به مکتب هایشان بروند. همزمان با این شماری از دانش آموزان میگویند که صبرشان لبریز شده و خواهان بازگشایی بیدرنگ مکتب هایشان هستند. سرپرست یونما در حال با لحن تند از بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم انتقاد کرده است که در این اواخر در داخل افغانستان نیز بسته ماندن مکتب‌ها با ملاحظات و انتقادهای وسیع‌تر روبرواند. امروز روز سیاه و تاریک در خاطرات همه شهروندان افغانستان و ویژه اهل معارف و دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم است. امروز یک سال از بستن مکتب‌های دخترانه می‌گذرد، ولی هنوز هم شهروندان افغانستان حتی نمی‌دانند که چرا و تا چه زمان مکاتب بسته خواهد بود. فکر کنین یک سال تعلیمی را کسی نتونه تعلیم بیاموزه، نتونه کسی درس بخونه، خیلی سخت و دردناک است. از سوی هم دبیر کل سازمان ملل متحد در صفحه تویترش نوشته است که یک سالگی محروم شدن دختران از آموزش در افغانستان است و از امارت اسلامی خواسته است تا بعد دختران اجازه بدهد که دوباره به مکتب بروند. یکشنبه یک سال از ممنوعیت حضور دختران در مکتب‌های افغانستان می‌گذرد. یک سال دانش و فرصت‌های از دست رفته ای که هرگز باز نخواهند گشت. دختران به مکتب تعلق دارند. طالبان باید به آنها اجازه دهند که به مکتب بازگردند. در حالی که در هر کنج و کنار افغانستان مردم خواستار حق تحصیل برای دخترانشان هستند، مسدود ماندن مکاتب دختران بعد از صنف ششم به خساره دختران، به ضرر فامیل ها و به خساره افغانستان تمام میشه. با امید از اینکه حکومت امارات اسلامی هر چه زودتر تصمیم گرفته و به حق حقوق نیم پیکر جامعه توجه کنند و درهای بسته شده مکاتب هر چه زودتر بر روی بانوا باز کنند. یک سال پیش در روز 27 ماه سنبله 1400 پس از یک وقفه کوتاه مکتب ها باز شدند، اما در این روز بعد دختران مکتب های متوسطه و لیسه اجازه داده نشد که به مکتب ها بروند. در همین رابطه صحبت میکنیم با مهمانانم، خانم مسعوده کروخی عضو پیشین مجلس نمایندگان و آقای هاشم دانش آگاه سیاسی که با ما وصل هستند. مهمانان گرامی بسیار زیاد خوش آمدین، تشکر از اینکه هستین با ما در بس. خانم کروخی اگر با شما آغاز بکنیم، یک سال محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم چه پیامی داره؟ به نام خدا با عرض سلام و احترامات خدمت دانش صاحب و بینندگان محترم. مشکل در کجا است؟ یک سال میشه تقاضا، خواهش، خواست، عجز، التماس، زاری، حتی گریه و شیون و ناله و فریاد دخترکای مظلوم بیدفاعی افغانستان و از مردم افغانستان کوچکترین نگاه یا توجهی نشد. اصلا مثل از این که صدای نبوده، خواست نباشه و تقاضای نباشه. مشکل در اینجاست. باور کنیم حال ما مردم از دادخواهی، از صدا کشیدن، از خواستن و تقاضا کاملا ناامید چی که خسته و بیچاره شدیم. به سرحدی رسیدیم که باور کنیم زندگی کردن هم برای ما مشکل شده. امروز وضعیت به حد برای ما سخت و بیچاره شده که ما نمیفهمیم، عاجز بموندیم که چی کار کنیم، کجا بریم، کدو راه انتخاب کنیم. آخه شما ببینیم در یک جامعه انسانی یک طفلی که همین دانشمندای تعلیم و تربیه، خصوصا تربیه، یک کسی دوستی داشت که یک دانشمند تربیه و تعلیم بود، طفل دوروزه شده بود، او به دوست خود خواهش کرده بود که تو برای من رهنمایی کن. گفت متاسفانه دو روز از مدت تربیت طفل تو تیر شده. یک سال و سال دوم من شروع شده. افراد از این جامعه به بهانه‌هایی که اصلا تا حال ما نمیفهمیم، ای کاش امی زمامداران امروزی با مردم میششتم صادقانه، اگر مشکلی است، اگر خللی است، اگه نرسیایی هست، اگه ممانعتی هست، با مردم صادقانه شریک میکردم که لااقل مردم تسلا میشد.
و به اوهام و خرافات رو نمی آوردیم. هر کس یک چیزی نمی گفت. امروز ما فکر نکنم که یک لحظه یک ثانیه قفلت از آموزیش و پرورش افراد یک جامعه، خصوصا اطفال، نوجوانان، نونهالان جبران ناپذیر است. این خلل هیچ کس پر کرده نمیتونه. خانم کروخ، شما گذشته یا آموزگاری را هم دارین، استاد بودین در مکاتب. یک سال وقتی یک دانش آموز نمیره به مکتب و محروم میمان از نوشتن، از خواندن، از فضای مکتب، چقدر اثر بد میگذاره برای از اینکه دوباره او آماده شود برای فراگیری علم؟ شما میبینیم از لحاظ تاثیرات روی روانی که من در ابتدا برای شما گفتم، خدا رو به شما شاهد میگیرم که دختران افغانستان هر لحظه انتظار مرگ خود دارن. میگم مرگ برای ما به مراتب بهتر از این زندگی که امروز چنان موانع سر رای ما ایجاد شده، از زمره انسانها و آدمها یا ای جامعه بیرون شدیم. ما نمیفهمیم امروز نگاه حکومتداران امروز به زنان و دختران از ای جامعه به عنوان یک شی، یک کالا نگریسته میشه، نه به عنوان انسان یا یک آدم. آدم و انسان وقتی که خداوند آدم خلق میکنه، وقتی که در ادیانی که میایه و پیغمبرایی که فرستاده میشه برای رهنمایی آدم ها و انسان ها، خداوند تاکید داره که انسان ها رهنمایی کنیم به راه درست. از جهل، از بت‌پرستی، از خرافات اینا نجات بدیم، به روشنایی، به واقعیت ها. ممنون. از باطل دور نگاه داریم. اما به کمال تاسف ما زنا در یک وضعیت روحی و روانی قرار داریم، به این باور شدیم که حکومت دارای امروزی ما رو به عنوان یک شی میبینن، نه انسان. چون انسان کو کسی است که امام فطرت از او، ساختمان بیولوژیکی از او همینه که به تربیت و آموزش نیاز داره که به کمال برسه، نیاز داره که یک جامعه رو به رشد و ترقی و توسعه برسونه. اما متاسفانه امروز زنار به عنوان یک شی و یک کالا دیده میشه. تشکر. اجازه بدید. چنان اثرات منفی به جا گذاشته. آخه شما، ما همین دیروز یکی از این نفرهای جمهوری اسلامی، نمیفهمم وزارت خارجی بود چی بود، روزانه گفت 6000 نفر تنها به ایران داخل میشه. اینا از ستمه که امروز دروازه های مکتب به روی اولادای نابسته، از بس که فامیلا و خانواده و مادرها و دخترها دوچار تشویش ها و مریضی های روحی و روانی شدن. فامیلا هستن نیست خور میگذارم و ای اجازه بتیم خانم کرخی به شما دوباره برمگردیم. بازم امیدوار بودیم که بلکه با گذشت یک سال خداوند رحم بندازه به دل از این حکمتی ها، از این وضعیت بیرون بشم. اما متاسفانه روز به روز شرایط زیقتر و سختگیرانه تر. اجازه بدین به شما برمیگردم خانم کرخی. اگر اجازه بدین من به آقای دانش هم برمیگردم. آقای دانش، فکر میکنین چرا هیچ چیزی نتیجه نمیتن؟ نه همونطوری که خانم کرخی میگه التماس، نگرانی، حتی گریه دانش آموزان و این همه فشاری که هم ظاهرا وضع است، هم از سوی جامعه جهانی و هم از سوی مردم همواره مطرح میشه، اما هیچ کدام اینها نتیجه نداده. یک سال گذشت که دختران بالاتر از سنفششون به مکاتب نمیره و باز هم سرنوشتشان ناروشن باقی مانده. تشکر. سلام بر شما همکارای تکنیکی، بیننده های محترم. وکیل صاحب کروخی، یکی از وکیل صاحبای دلسوز مردم. ببینین طالبا وقتی که خود مدافع دین اسلام و تکداران اسلام میدانه، در اسلام یک مقوله بسیار قوی چی جالب است، میگه که قوی ترین و بزرگترین دشمن مسلمان در اسلام مسلمان جاهل است. قوی ترین و بزرگترین دشمن اسلام مسلمان جاهل است، زیرا به خاطر جهل خود تعصب می کند و عمل کرد خود شکل حقیقی اسلام را بدنام می کند و به مردم طوری نشان می داد که گویا اسلام همین است.
اگر مدافع اسلام هستین اسلام خواهی رقم میگه، اگر شما تیکه‌دارای اسلام هستین شما قویترین دشمنای اسلام هستین. اگر در قالب آیات و حدیث بندازیم اینا قویترین دشمنان اسلام میتونه باشه، به خاطر که جاهل است، از جهل خود مردم را از دین اسلام منحرف میسازه و منصرف میسازه. یک مسئله. دوم مسئله بیاین که حقیقت بگویم که امی رهبرای طالبا اکثریت قاطعشان به شمول اینمی وزیر معارف جاهلی که امروز گپار میزنه دخترایشان در فاکتور دانش. اگر لطف بکنین که افت کلام هم در نظر گرفته شوه. اینا اکثرا اولادایشان در پاکستان درس میخوانن، دخترایشان درس میخوانن، بچه‌هایشان درس میخوانن. اکثریتی از اینا امی رهبرایی که خانه‌هایشان در قطر هستن کلگیشان درس میخوانن. بینان اینا فقط مردم افغانستان را اسیر گرفتن و اسلام را به شکلی که سنتی و به شکل بسیار عقب مانده دهاتی که برداشت از اسلام داره و نمونه و اسلام را در اینجا تطبیق میکنن. عمل کردی طالبا باعث ازی خواهد شد که تا به حال ما مهاجرت سیاسی داشتیم، مهاجرت اقتصادی داشتیم، مهاجرت امنیتی داشتیم، حالا مهاجرت تحصیلی هم به این اضافه میشه. یعنی یک تعداد کسا به خاطر تحصیل اولاد خود مجبور هستند که مهاجر بشوند. ولی آقای دانش، توجیهاتی که صورت گرفته از سوی مقام های امارت اسلامی که چرا وقتی پرسیده میشه که مکاتب دخترانه همچنان بسته است، توجیهات را مطرح کرده، گاهی اوقات بحث امکانات را مطرح کرده، گاهی هم بحث استادان زن و برخی اوقات هم بحث عوامل فرهنگی و همینطور هم نصاب آموزشی را، این توجیهات چقدر میتونه بجا باشه تا اینجای کار کرده اقل نتونسته دختران بره به مکاتب؟ تمام توجیهات طالبا هیچ نوع بنیه حقیقت نهفته را نداره. مثلا اول اینا گفتن نصاب، امین نصاب که در سن پیش از اول تا شش هم هست باز با بچه هم هست، این نصاب رو خوب بچه هم میخوانن، چرا با بچه ها این نصاب مشکل نداره؟ یک. دوم، وقتی که شما میگی مسئله اقتصادی است، خب شما تا بالا با همی استادایی که بر بچه ها درس میده هم از سنفی بالا ما شره نتانستن بتین، ولی با آن هم چون استاد یک وجدان پاک خدمت برای مردم داره بدون کوچکترین امتیاز همی استادای قهرمان ما حاضر است که درس بده. سوم، اگر شما میگین که فرهنگ مردم افغانستان عقب مانده ترین ولایات افغانستان خوست و پکتیا و قندهار هم در مقابل شما خیستن مظاهره کردن، پس شما به نمایندگی کدام مردم گپ میزنین؟ به نمایندگی از کدام فرهنگ گپ میزنین؟ به نمایندگی از کدام سنت و کلچر؟ این را بگوین که برای ما آیس های پاکستان، برای ما پاکستان میگه که شما باید افغانستان را از نظر هویت خلی صلاح بسازین، از نظر قانون خلی. تشکر از شما آقای دانش، برمیگردیم به شما و من بیاریم این مسائل. بله آقای دانش، صدای شما قطع شده، بفرمایید. این مسائل باعث عجیب میشه که مردم یک تنفر بسیار زیادی را در مقابل رژیم طالبا پیدا کنند. با وصفی که طالبا در عرضه خدمات اجتماعی ناکام، در عرضه خدمات صحی ناکام، در عرضه خدمات اقتصادی ناکام، در نبود برنامه، نبود تعامل، نبود مشروعیت، حالا در عرضه سواد و سواد آموزی هم همچون معانی را خلق کردن، شما چی فکر میکنین که امی مردم را طالبا تا چقدر وقت میتونه در یک زندان سرباز اینا رو نگاه بکن؟ تا چقدر وقت میتونه؟ آیا به این شکل که تو فقط تفنگ گرفته باشی کسی که گپ بزنه به کنداخت دانش بزنی؟ آیا به زور تفنگ در طول تاریخ افغانستان حفیظ الله امین نتانست در اینجا حکومت کنه که هزارها هزار انسان را سربنیش کردن؟ ادب دموکراتیک نتانست حکومت بکنه که با هزارها هزار انسان را زنده به گور کردن؟ پس چگونه امکان داره که طالب تو بتانی حکومت بکنین؟ این خطه شیران است. اجازه بتین، اجازه بتین آقای دانش، به شما برمیگردیم. ممنون شما. خانم کروخی، حداقل مردم اینقدر حق داره که بدانه، باید
یا حکومت مسئول باشه که برای مردم وقتی نگران هستن، نگران اینکه دخترانشان به مکاتب نمیره، دختران دانش آموزی که میبینیم در گزارش ها هر روز اشک میرزه که صبرشان لبریز شده، این قدر حق را داشته باشه که مشخص کنه چه زمانی یا چند روز بعدی مکاتب باز خواهد شد و اینا خواهند توانست همچون گذشته به مکتب هایشان بروند. افغانستان به جایی رسیده که همو اعتماد و باورهای مردم نسبت به حکومت کاملا از میان رفته. نه حکومت مردم از خود میدانه و نه مردم حکومت از خود. اگر واقعا همین رابطه بین دولت و مردم موجود می بود، اعتماد می بود، باورها می بود، حتما باید حکومت صادقانه موانعی که سر راه آموزش دختران از سنف 7 تا 12 هست، همون موانع یک یک به مردم برمی شمردم و می گفتم. لااقل مردم تسلیم شدن. بله. و مردم می گفتم به این دلیل موانعی از مشکلی از بحرانی است. لااقل خود فرزندان خود تسلیم کنند. حال وقتی که به بیراه رفته، اعتماد و باورهام کاملا از بین رفته. باور کنیم یا کسی اگر دختری نداشته باشه، فامیلی که دختر نداشته باشه، اما حتما او خواهرزاده داره، برادرزاده داره، فامیل داره. دیگه کسی فکر نکنم به غیر از خود همین کسای همین حکومت و طالبا که از این حکومت راضی هستم. اکثریت مطلق مردم از این حکومت نه راضی هستم و نیم حکومت از خود میدانم. حکومت دولت ببخشیم تعریفی که امروز دولت ها دارن در دنیای امروزی، دولت ها خادمین مردم هستن، در امر ارائه خدمات مسئولیت بسیار بزرگ دارن که ارائه خدمات یکی از نکات بسیار مهم آموزش و پرورش است. حکومت ها ملزم هستم که افراد یک جامعه زمینی و مساعد بسازم. بله. که اینا بروش بله و کمال برم. خانکر خیلی فرصت بهتر از امروز چه زمانی است؟ مثلا در گذشته ها بحث امنیتی مطرح بود، اینکه نگرانی ها وجود داشت که در بسیار از جاها دختران نمیتونست به مکاتب بره، اما حالا ادعای امارت اسلامی این است که حکومت توانسته امنیت کلی را حاکم بکنه و مردم نمیتونه یک فیصد هم بر بین خودشان حرکت بکنه چون کنترل کلی در اختیار امارت اسلامی است. پس بهتر از حالا وضعیت چه وقت شود؟ و از طرف دیگه میبینیم که در بحث معاشات و اینا هم معاش بدونی که استادان به مکاتب بره یا نره پرداخت میشه. باور کنیم اینا همه چی مانیترشی هایی که حکومت به وجود آورده. ما یک ضرب المثل داریم که دل ناخواهان عذر بسیار. باور کنیم اینا به هیچ عنوان نمیخواهم مثل کمی پالیسی از اینا، خصوصا اگه ده کسای اینا که در رأس قرار داره. من نمیفهمم که اینا از زنان باسواد فهمیده و به کمال رسیده بیم دارم، هراس دارم، ترس دارم، چون واقعیت ها کتمان است. واقعیت ها با مردم در میان نگذاشتم. همه ما به بیراه رفتیم، راه خورگوم کردیم و این حکومتیان چنان دست و پارچه شدم نمیفهمم که چی بگم. هر کدوم از اینا یک گفته، یک مقوله که اصلا نی ثبات داره، نی اصالت داره، نی مطابق به می اوضاع و شرایط و فرهنگ و کلتور افغانستان است. هرچی به دهن از اینا میایم میگم، اما مطمئن باشم که وظیفه حکومت ها خدمات به مردم است. اگر حکومت در مسئولیت خود ارائه خدمات به مردم ناکام شد، امروز فقر بیداد میکنه. وظیفه دولت ها فقر زدایی است. امروز اینا فقر میآفرینند. وظیفه دولت ها شغل زایی است. اینا شغل را از بین بردم. وظیفه دولت ها دسترسی به تمام حقوق اساسی و حقوق اسلامی، حقوق انسانی است که اینا همه هی دارم از مردم میگیرم. خانم که نمیشه حداقل اگر واقعی بینانه دید نباید فرصت داد، چون یک تحول آمده و در این حال فشارها و تحریمهای گسترده هم حاکم است بر امارت اسلامی از جامعه جهانی. شما ببینیم این فرصت تا به کی؟
هم تنها و تنها به حیث زنا اینا همی رقم سخت گیرانه شدم. دیگه هیچ دلیل اینا ما قبول نداریم، دیگه هیچ دلیل از اینا ما قبول نمی کنیم. بری از این که وقتی که میگم اگه مشکل اقتصادی چرا پسرها میره به مکتب، وقتی که میگه مکتب نیه چرا برای به پسرها هسته. تشکر خانم کروخی، اجازه بتین به شما برمیگردیم. آقای دانش، دبیر کل سازمان ملل میگه که نرفتن دختران به مکتب شرم‌آور است، ولی فکر نمیکنین شرم‌آورتر از او این باشه که دیگران به ما بگویند که شما دخترانتان را اجازه بتین که برن به مکتب، در حالی که به باور ما در دین اسلام که ما پیروان او هستیم تأکید بر آموزش، تأکید بر فراگیری علوم از هر دین دیگر یا از هر ادیان دیگر بیشتر رویش تمرکز شده و تأکید شده؟ دقیقا پیش از اینکه به این سوال، به امو سوال گذاشته که از خانم کروخی کردی که حق مردم فرصت بده به طالبا وقت جنگ هم است. بله، در ایسای وضع نابسامان اقتصادی مردم به طالبا فرصت داده که به هیچ نوع عرضه خدمات کرده نمیتونه، بازم مردم منتظر است که وضعیت درست بشه. فرصت در زمینه بازسازی، کار بازسازی مطلقا استاد است، مردم به طالبا فرصت داده که یک سال وقت کم است تا که از نظر اقتصادی خود جمع جور میکنن. تمام پروژه های ناتکمیل مانده مردم برشان فرصت داده که صحیح است، تا زمانی که حکومت جور میشه بودجه را به دست میاری. اما در ایسای مکتب دبیر کل سازمان ملل بر ما بگوید که شرم‌آور است، یا ما باید خجالت بکشیم؟ یعنی ما باید خجل باشیم یا نباشیم که ما اولاد خود به مکتب روان نمی کنیم؟ ملل متحد بر ما میگه خجالت بکشین، امریکا بر ما میگه خجالت بکشین، و ما میفهمیم هم از یک طرف امی طالبات چقدر زود و نخیز است. از یک طرف داکتر مرد حق نداره که زن را معاینه بکنه، باید زن را معاینه کنه. آیا در زایشگاه کابل به داکترای مرد اجازه میده که برای زنها را ولادت بده؟ نه، خلاف شریعتشان، خلاف چیشان، باز بر زن اجازه تحصیل نمیدیم. ما ایران با این تک مفکوره ماندیم که اینا بین خود که میشینه چطور هم دیگه خود قناعت میده، بین خود که میشینه سر مکتب. پس ای امو گفی کرزه است که بیادد اینا از خود اراده نداره، این طرح بیگانه هاست، این طرح کشورهای دیگه است، اینا فقط تریبیون بلنگوست که از طریق از جناب گفته میشه، سر از جناب پیاده میشه پروژه ها. طالب اگر میخواه به اثبات برسانه که حکومت است، حکومت قسمی که خانم کروخیل گفت از خود دولت وظایف را دارد، شغل زدایی، عرضه خدمات، فرصت ها، تامین حقوق، تامین امنیت، تامین مسئولیت و و و و. اگر دولت هستی خویی وظایف توست، اگر پروژه هستی، پروژه کشورهای بیرونی هستی، پس اینمی در پروژه تو تارگیت تو ایست که باید دخترها را به مکتب روان نکنی، تارگیت تو ایست که باید نفاق قومی را دامن بزنی، تارگیت تو ایست که باید مردم بی سواد نگاه کنی، تارگیت تو ایست که کار را به اهل کار نسپاری، تارگیت تو ایست که افغانستان علی از تخصص و اهلیت کار بسازی. تشکر. پس طالب باید به مردم تشریح کنه که دولت است. تشکر آقای دانش، سپاسگزار شما. خانم کروخی، اگر جنبندی بکنیم با شما، اگر ادامه پیدا بکنم این وضعیت و همین نگرانی هایی که پیهم مطرح میشه، با توجه به اینکه میبینیم دختران که دانش آموز هستن ناامید شده و ظاهرا میگه صبر ما لبریز شده، چی اتفاق رخ خواهد داد؟ هرچند ما یک واکنش را هم داشتیم در پکتیا که یک شمار از مکتب ها در هماهنگی با مردم محل و بزرگان بازگشایی شده اما دوباره بسته شدن، این بار چی خواهد شد؟ یک سال هم گذشته و فرصت هم هنوز مساعد نشده. چی فایده از این بازگشایی مکاتبی که دوباره باز روح و روان طفلکای ما باز ضربه کوبینده وارد بشه؟ سال گذشته به هرات شد، به پکتیام شد، اما باید مسئولین پاسخ بدن که چرا در سه ولایت افغانستان مکاتب باز است؟ چرا؟ در کجا باز است؟ چرا اینا جواب نمیدن؟ اگر واقعاً خلاف است، خلاف شرع است، خلاف عرف است، چرا سه مکتب در سه ولایت مکاتب اینا باز است؟ واسطه که ولیای اینا ولیای مقتدر است، در اینج قدرت حرف اول و آخر میزنه. خان کروخه، مثلا میشه روشن بگوین در کجا باز است در سه ولایت که شما میگه؟ ما تا جایی که رسانه خود امی از آدرس از بعض از خود طالبا که در بعضی رسانه در میزای گرد است میگم در قندوز بازه،
در مزار باز است، در جوزجان باز است. خود اینا به صراحت میگم مکاتب خصوصی باز است. بارها و بارها همه شبها ما میشنویم که از طریق رسانه ها میگم مکاتب خصوصی باز است، در سه ولایت مکاتب باز است. ما چون نمیفهمم زنا به وزارت صحت و ما چون نمیفهمم که به پاسپورت به جایی که زن است بازه، در غیر از این دیگه کجا باز است که به دروغ اینا میگم باز است. بازه با آیندن خیلی تاریک، خیلی نگران کننده میبینیم. باور کنیم مردم به قیمت سر اینا تمام شه دگه دگه تحمل چشمای پر اشک خو و فرزندانی که سمری زندگی خانواده پسران و دختران از اون خانواده هسته، دختر کاملا از صحنه بیرون رانده شه، تحمل کرده نمیتونم به قیمت جان نباشه یا به بین راه ها به قاچاقی کشته میشم. حالی که پاسپورت به کسی نداده نمیده تمومه خطرات قبول میکنم. آینده خیلی خیلی تاریک هسته. فکر نکنم که حکومت با این ظلم و ستم و بیرمی بتونه بقا داشته باشه. تشکر میکنم. ممنون شما. داشته باشه. ممنون تان آقای دانش. یک دقیقه فرصت داریم که تو اگر اشاره بکنین در اعتماد میان ملت و دولت مسئله مکتب چقدر اثرگذار است فکر میکنین؟ اگر بازگشایی شبه و تلاش جدی صورت بگیره چقدر میتونه بر اعتماد بی افزای کوتاه اشاره کنین؟ برای یک حکومت شرط اساسی رضایت مردم است. در صورت حکومت میتونه تداوم پیدا کنه که مردم از حکومت رضایت داشته باشه. وقتی که مردم از حکومت ناراض و نفرت داشته باشه تداوم. یکی از مسائل عمده ای که مردم ناراض است بسته بودن مکاتب است و این یگانه رایی است که طالبا اگر بخواهد که رضایت مردم را به دست بیاره باید با خواستهای مردم لبیک بگوید. از آنجایی که یک سال طالب فقط خوش بودن خود است، اینایی تو فکر میکنه که فقط به زور سوطه میتونه سپاس گذارتان آقای دانش. ممنونتان. خیلی تشکر از حضور اردو مهمان گرامی آقای هاشم دانش آگاه سیاسی و خانم مسعوده کروخی عضو پیشین مجلس نمایندگان.